سلام عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان و مخاطبان عزیز کانال جمهوری ایرانی رسانه همبستگی جمهوری خواهان ایران. خوشحالم از اینکه با قسمت دیگری از سری برنامه‌های تحلیل روز در خدمت شما عزیزان هستم. امیدوارم این قسمت از برنامه مورد توجه و رضایت شما عزیزان قرار بگیره. در این قسمت از برنامه تحلیل روز در خدمت جناب آقای حسن زهتاب، عضو هیئت سیاسی اجرایی حزب چپ ایران فدایان خلق هستیم که قبول زحمت کردن همراه من هستن در این برنامه. سلام عرض میکنم جناب آقای زهتاب و سپاسگزارم از حضور شما در این برنامه. سلام عرض میکنم خدمت شما بینندگان و شنوندگان عزیز. بسیار سپاسگزارم جناب زهتاب. ما انتخاباتی ظاهرن در ایران در پیش رو هست و قاطبه افکار عمومی بر اساس اون چیزی که به هر حال در رسانه ها و در فضای مجازی منتشر میشه و نظرهای مردم رو رصد میشه، قاطبه مردم ظاهرا نسبت به صندوق رای دیگر اعتمادی ندارن و خواستار تحریم انتخابات هستن. خواستم نظر شما رو بپرسم، چه شد که بعد از 44 سال در ایران جمهوری اسلامی مردم رو به اونجا رسانده است که مردم تصمیم گرفتن صندوق رای رو تحریم بکنن؟ بله، خدمت شما عرض کنم که فکر کنم که خب نگاهی بکنیم به انتخابات، به طور عمومی بگیم که انتخابات چی هست و بعد این چیزی که در جریان هست الان در ایران و به عنوان انتخابات گفته میشه نگاهی به اون بیاندازیم. و انتخابات یعنی به مردم حق انتخاب کردن داشته باشن و حق داشته باشن خودشون رو کاندیدا بکنن برای که انتخاب بشن نمایندگانشون. در جمهوری اسلامی غیر از دوره اول انتخاباتی ریاست جمهوری که هنوز جمهوری اسلامی مستقر نشده بود کاملا، یه انتخابات نسبتاً آزادی در اون موقع برگزار شد. نمایندگان احزاب و جریانات مختلف دگراندیش تونستن خودشون کاندیدا کنن، هرچند بعد از انتخابات با مشکلاتی براشون پیش آوردن امکان شرکت اونها رو در مثلا مجلس اصلا فراهم نکردن، نذاشتن. و بعد از اون به تدریج که جلو آمدیم، خب دیگر اندیشان که به هیچ وجه امکان حضور نداشتن نمایندگان رو خودشون بتونن معرفی بکنن برای ریاست جمهوری، حتی در دوره‌های مجلس بسیار کم و در اونجا دوره‌های گذشت، مسئله این بود که در یک دوره از 76 زمانی پیش اومد که در درون خود حکومت اختلافی پیش اومد در این مورد که چگونه میباید این جمهوری اسلامی را ادامه داد. بخشی به این معتقد شدن که میشه باید اصلاحاتی وجود آورد. این چالشی که در خود حکومت پیش اومد یک فضایی رو وجود آورد که مردم را امیدوار کرد که شاید بشه از این نظر انتخاباتی رو یا اینکه اصلاحاتی رو در حکومت وجود آورد. میدونیم که در جمهوری اسلامی از ابتدا دو نگاه وجود داشت، یعنی دو در حقیقت گرایش وجود داشت که بخش جمهوری رو برجسته‌تر می‌خواستن بکنن، بخش فقاهتی و امامت در حقیقت اسلامیت رو، اسلامی بودن حکومت رو. این کشاکش ادامه داشت در دوره‌های مختلف ظرف 24 سال گذشته که چندین انتخابات انجام شده. به تدریج جمهوری اسلامی به طور عمومی که سرکوب می‌کرد مردم رو، در عرصه انتخابات هم به گونه شد که قدرت رو کاملا ولایت فقیه، بیت رهبری و مجموع زیر مجموعه های اون هرچی بیشتر در دست گرفتن و امکان حتی رقابت در کوچکترین سطوح اون رو از بین بردن. به همین خاطر مردم در دورهای مختلف با احساس مسئولیتی که میکردن و تلاش داشتن که هرچی مسالمت آمیزتر بتونن این تحولات رو یا اینکه اصلاحات پیش رو برن، متوجه شدن که چنین چیزی امکان پذیر نیست. هر کسی رو انتخاب میکنن میره به در حقیقت کسی ورای قانون، فرای قانون که ولایت فقیه در اونجا هست و مجموعه زیر مجموعه‌ای که داره ریاست جمهوری نقشی نداره. و هرچی بیشتر این روشن شد، آخرین دورش هم دوره آقای روحانی بود که 24 میلیون رای داده شد ولی رفت اونجا و حتی از کارگزار هم پایین‌تر اومد. و در آخرین سخنرانی هم که خود آقای خامنه‌ای کرد گفتش که تصمیمات رو در حقیقت اینها مجری هستن، تصمیمات رو خود ایشون میگیره یا اینکه مجموعه سیستم ایشون میگیره. به همین خاطر مردم شرکتشون در انتخابات رو بلا موضوع میدونن، یعنی جایی نداره رأی آنها. این هستش که در هر حال ناامیدی مردم از این جهته و از اون جهت که هر کی هم انتخاب کردن
وضع کشور روز به روز بدتر شده، یعنی که هیچ گشایشی برای مردم به وجود نیامده، نه در عرصه اقتصادی، نه در عرصه معیشت، نه در عرصه مسائل اجتماعی و مجموعه سیاست های حاکم. بسیار سپاسگزارم جناب زهتاب. یکی از مسائلی که این روزها مطرح هست این هست که فارغ از این که کاندیداها منتسب به چه گروه یا جناحی باشند، اساسا ساختار نظام جمهوری اسلامی اجازه هیچ گونه تغییری به نفع مردم، به نفع منافع ملی کشور رو نمیدهد و به قول آقای ظریف که بعدم آقای خامنه‌ای رو هم تایید کرد، در واقع قوای اجرایی یا قوه اجرایی به شکلی کارگزار نظام هست و تصمیماتی هست که از طرف شخص رهبر یا هسته سخت قدرت تعیین می شود. آیا شما با این روایت موافق هستین و فکر می کنید آیا واقعا شخص یا گروهی هستند که اگر وارد انتخابات یا ریاست جمهوری بشن از میان همین دایره‌ای که شورای نگهبان تعیین کند بتواند تغییر اساسی در ساختار حکومت یا ساختار کشور ایجاد بکند یا نه؟ متاسفانه مجموعه روندی که پیش رفت برخلاف این، خلاف این رو نشون میده. همونطور که عرض کردم پیشتر، در حقیقت هرچی بیشتر مردم متوجه شدن که چنین چیزی امکان پذیر نیست. در این ساختار، در ساختاری که ولایت فقیه در رأسش قرار گرفته و قوانینی که خود قانونگذاری میکنن، نمونه آخرش همون چیزی که شورای نگهبان اومده برای خودش قوانین جدیدی گذاشته و موارد جدید رو مطرح کرد که اصلا در هیچ کنم از قوانین خود جمهوری اسلامی هم نیست، نه در قانون اساسی هست نه در بقیه موارد. اینه که قانون گذاری رو دست خودشون گرفتن و عملا هسته سخت قدرت یا ولایت فقیه و مجموعه زیر مجموعه اون هستش که بدون در نظر گرفتن خواست مطالبات مردم تصمیم میگیرن و به یه عده میگن این اجرا بکنین، اگر هم اجرا نکنن خب در حقیقت در مقابلشون میستن و انواع مسائلی که برایشون پیش میارن دیدیم از کسانی که در مقابل اینا حتی با نرمترین انتقادها خواستن مطرح بکنن به زندان و به مشکلات بسیار متعددی گرفتار میشن. و همین خاطر هستی میگن مردم در تجربه 30-40 ساله خودشون به تدریج به این رسیدن که چنین چیزی امکان پذیر نیست. متاسفانه تا این ساختار قدرت تغییر پیدا نکنه امکان چنین تاثیرگذاری وجود نداره، یا اگه باشه بسیار کمی که به جایی در حقیقت نمود خارجی نخواهد داشت. بسیار سپاسگزارم. به عنوان آخرین سوال جناب زهتاب، ما خب همچنان بدنی از اصلاح طلبان در ایران هستند که اصرار بر مشارکت در انتخابات و حضور در قدرت دارن. به نظر شما چه انگیزه هایی باعث میشه با توجه به اینکه به قول شما برداشت جامعه این هست که امکان تغییرات اساسی و تغییراتی که امکان بروز پیدا کردن داشته باشه وجود نداره، چرا همچنان بخشی از اصلاح طلبان اصرار به مشارکت در انتخابات و حضور در ساختار قدرت دارن؟ خب مشخصا باید گفتش که اصلاح طلبان خودشون یه طیف بسیار وسیعی هستند، همونطور که مطلع هستین. اینها بخششون هستن که در بخش قدرت جذب شدن و اساسا مسئله اصلاحات و مسائل مردم مسئله جدی اونا نیست. بخشای دیگه هستن که میشه گفت شاید دل در گروه مردم داشته باشن به نوعی، ولی ارزیابی هایی که دارن ارزیابی های نادرستیه، یا اینکه متوجه نیستن یا نمیخوان ببینن این وضعیت رو. آخرین نمونه اون که بود اگر توجه بکنیم، مثلا آقای تایزاده که به نظر من تنها کسی است که در کسانی که کاندیدا کردن، خودشون 600 کاندیدا میگن تا حالا نام نویسی کردن و از بین اینا در حقیقت تایزاده تنها کسی بوده که اومده یک سری بر مسائل رو مطرح کرده که بخشی از خواسته های مردمه، ولی ایشون هم در حقیقت متوجه هست و هم متوجه هست که به ایشون به هیچ وجه اجازه نمیدن از این سیستم در حقیقت از فیلتر شورای نگهبان رد بشه. به همین خاطر طرح مسائل به نظر من طرح مسائل خیلی خوبه، میباید مطالبات مردم رو مطرح کرد، ولی که پاسخگویی مطالبات مردم در چنین سیستمی با چنین ساختاری امکان پذیر نیست و کسانی که مطرح میکنن مطالباتی که از مطالبات اصلی مردم تغییر ساختار قدرت در ایران است. یعنی باید این رو
آورد روی صحنه مطرح کرد و خوش حول این نیرو بسیج کرد. تحریم انتخابات از نظر من، اون چیزی که من ببینم، من به شدت طرفدار انتخاباتم، منتها انتخابات آزاد. این که در برگزار میشه انتخابات آزادی است، انتخابات فرمایشی است، به نوعی انتصابات است که مردم رو میگن به این منتصب ما رأی بدید. به همین خاطر جایی برای انتخابات باقی نمونه، باید حول نه به انتخابات فرمایشی و خواهان انتخابات آزاد بشیم و بگیم که رأی نمیدهم، به همه یک صدا بگیم که رأی نمیدهیم. بسیار بسیار سپاسگزارم جناب آقای حسن زهتاب از اینکه همراه بودیم با من در این قسمت از برنامه تحلیل روز. متشکرم از شما. سپاسگزارم.